سلام مخاطبان عزیز، فصل دوم ریاضی دهم مثلثات رو آغاز میکنیم. این فصل شامل سه بخش اصلی نسبت‌های مثلثاتی که سینوس، کوسینوس، تانژانت و کوتانژانت اینا رو معرفی میکنیم و بعد دایره مثلثاتی رو باهاش آشنا میشید و در درس سوم روابط بین نسبت‌های مثلثاتی یعنی همین سینوس، کوسینوس، تانژانت، کوتانژانت رو با هم دیگه اون مهمترین هاش رو خواهیم دید. حتما قبل از دیدن این فیلم کتاب درسی و جزوه معلمتون رو مرور کنید. این فصل از فصل‌هایی هستش که تعاریف غالب بر مسائل هست، یعنی تنوع مسائل خیلی زیاد نیست اما چیزهایی که باهاش به عنوان اولین بار آشنا میشید زیاده. تانژانت رو تعریف خواهیم کرد، سینوس به روی کوسینوس در قسمت روابط بین نسبت‌های مثلثاتی خواهیم دید. سینوس دو تتا به علاوه کوسینوس دو تتا یعنی سینوس یه زاویه به توان دو و علاوه کوسینوس اون زاویه به توان دو وقتی با هم جمع بشه میشه یک، و یک به علاوه تانژانت دو تتا یعنی یک به علاوه تانژانت یک زاویه به توان دو برابر میشه با یک به روی کوسینوس دو تتا. درس اول نسبت های مثلثاتیه. یه مثلث قائم الزاویه رو به اضلاع قائمه یک و دو در نظر بگیرید، یعنی یکی از ضلع‌های قائمش یکه، ضلع قائمه دیگه دوه. خب بطرش از رابطه فیثاغورس رادیکال 5 به دست میاد، اما چیزی که ما اینجا میخوایم این هستش که نسبت بین اضلاع یک به دو باشه اضلاع قائمه. خواهیم دید فقط یک زاویه وجود داره که نسبت اضلاع قائمش یک به دوه، یعنی یه زاویه‌ای تقریبا 26 درجه خواهیم داشت که ضلع روبرو به اون به ضلع مجاور به اون نسبت یک به دو داره. الان آبه رو اندازه که بگیرید دو واحده، دو سانتیمتره، به سه یک سانتیمتره. نسبت به سه به آب یک به دوه. اگر آسه رو امتداد بدید و به نقاط دیگه‌ای برسید و عمود کنید بر امتداد آب، باز طول ضلع مقابل زاویه آب به ضلع مجاور یک به دو باقی خواهد موند. برای همین میگن نسبت‌های مثلثاتی، چون یه مثلث قائم الزاویه رو در نظر میگیریم، نسبت اضلاع برای اون زاویه ثابته، اصلا مهم نیستش که چند واحد باشه. الان ما آسه رو امتداد میدیم، مثلا به نقطه ای میرسیم، آبه رو امتداد میدیم به دی میرسیم، طول آده چهاره، طول ایدی ما پیشبینی میکنیم دو باشه و وقتی اندازه گیری میکنیم میبینیم بله دوه. چرا؟ چون ضلع مجاور که آبه بوده دو، دو برابر شده، طول ضلع مقابل آ به سه یه واحد بوده دو برابر میشه. بنابراین دی ای به آده برابر با دو به چهار برابر با یک دوم. حالا هر نقطه دیگه ای هم باشه در امتداد آسه، اگر عمود کنیم بر امتداد آبه، همین تناظر یعنی یک به دو برای اضلاع قائمه مثلث قائم الزاویه که ایجاد میشه برقراره. مثلا نقطه جی رو در نظر بگیرید در امتداد آسه، وصل کنید به امتداد آبه یعنی عمود کنید، ما جی اف رو داریم یکونیم، یعنی یکونیم برابر شده به سه،
اف هم 1.5 برابر میشه. یه مثلث دیگه رسم کنیم با همون زاویه آ، این دفعه آپرین بپرین سپرین، هر طولی که میخواد آپرین بپرین داشته باشه بپرین سپرین نصفشه. چرا؟ چون زاویه ثابته. و هر نقطه دیگه ای در امتداد آپرین سپرین باشه، عمود کنید بر امتداد آپرین بپرین، باز طول ذیل مقابل به مجاور 1/2 باقی میمونه. نسبت های مثلثاتی که خواهیم دید، سینوس، کوسینوس، تانژانت، کوتانژانت، برای یک زاویه عدد ثابته، ربطی به اینکه مثلث کوچیک باشه یا بزرگ نداره. یعنی یه مثلث قائم الزاویه که در نظر بگیرید، طول ذیل مقابل به مجاور برای اون زاویه تو هر مثلث قائم الزاویه دیگه ای هم برقراره. یعنی الان بپرین سپرین برای مثلثی که اول داشتیم، همون آ به روی آپرین بپرین ذیل مجاور برابر با ب به روی آپرین کا. زاویه رو اینطور تعریف میکنه، بخشی از کمان که بین دو نیم خط قرار میگیره. بخشی از کمان. کمان مال چه شکلیه؟ مال دایره است. دایره خودش یک کمان 360 درجه ایه. یعنی کل محیط دایره رو ما میتونیم 360 درجه در نظر بگیریم. الان این دوتا خطی که میبینید، پاره خطی که میبینید، میتونه نیم خط باشه، میتونه پاره خط باشه. حالا این کمانی که بین این دوتا پاره خط قرمز قرار گرفته یه بخشی از دایره است. چه بخشیشه؟ 1/4 کل دایره چقدره؟ 360 درجه. اگر 1/4 کمان بین دوتا نیم خطه و کل دایره 360 درجه است، این کمان چند درجه میشه؟ 90 درجه. 1/4 ضرب در 360. حالا این کمان رو الان میبینید، فقط اون مقدار کمانی که بین دو تا نیم خط رو در نظر بگیریم، این زاویه 90 درجه مشخصه. نکته اصلا ربطی به این که دایره چه شعاعی باشه نداره، فقط نسبت اون مقدار کمان به کل مطرحه. مثلا الان این دایره‌ای که قرمزه، ما الان 1/4 در نظر گرفتیم، همون زاویه رو ایجاد کرده 90 درجه که این دایره کوچکتر 1/4 در نظر گرفتیم، یا این دایره سبز رو 1/4 در نظر گرفتیم 90 درجه رو ایجاد کرده. برای زاویه های دیگه هم به همین صورته. ما الان بخشی از کمان که الان بین این دوتا خط قرمز قرار داره رو به عنوان زاویه در نظر میگیریم. هر دایره دیگه به مرکز رسم بشه همین زاویه وجود داره براش. این دایره کوچکتر باز همین زاویه سر جاش هست. نسبت مقدار کمان بین این دوتا خط به همون دایره ثابته. درسته الان بخش قرمز از بخش آبی بزرگتره، اما نسبت اون بخش قرمز به کل دایره برابر با همون قسمتی که بین دوتا نیم خط قرمز برای دایره آبی به کل دایره آبی. الان اینجا قشنگ مشخصه زاویه یه زاویه است، مقدار کمان ها نسبت به کل اون کمان 360 درجه ای در نظر بگیریم برای هر قرمز یکی، هم برای آبی. مثلا الان من این زاویه رو حدودا میگم 30 درجه، مقدار کمان قرمز 1/12 دایره ای هستش که اگر 360 درجه در نظر بگیریم وجود داره. برای آبی هم 1/12 محیط
اون دایره آبی هست که این کمان آبی بخشی از اون دایره است. الان این دایره آبی اون مقدار کمان 1/12 میشه، این دایره قرمز اون مقدار کمان قرمز 1/12 میشه. میخواید ببینید برای چی 1/12؟ 1/12 ضلعی منتظم در نظر بگیرید و تر متناظر با مقدار زاویه است. این برای کمان آبی و اینم برای کمان قرمز. 12 ضلعی منتظم کوچیک و بزرگ فرقی میکنه زاویه ای که ایجاد میکنه برای زوایای داخلی یا زوایای مرکزیش فرقی نمیکنه دیگه. 30 درجه زوایای داخلی اونجا وجود داره و زوایای داخلیش هم همون هستش که برای هر 12 ضلعی منتظم میتونیم در نظر بگیریم. (180)-30 میشه چند؟ 150 برای همه 12 ضلعی های منتظم. یک مثلث قائم الزاویه در نظر بگیرید. الان طول اضلاع قائمش رو با استفاده از اینکه صفحه شطرنجیه داره میبینید، یه ضلع کوچکتره که 2 واحده، یه ضلع قائم بزرگتره 3 واحده، و ترم خب بر حسب فیثاغورس میتونید به دست بیارید، میشه رادیکال 2^2 = 4 به علاوه 3^2 = 9 میشه رادیکال 13. نسبتی که وجود داره بین اضلاع قائمه به دلیل اینکه این مثلث های قائم الزاویه متشابهن. چرا؟ چون دوتا زاویه برابر دارن. چرا؟ چون میبینید اون گوشه سمت راست توی زاویه ای که رسم شده مشترکه. نسبت 2/3 برابر با 75/7 به 1/13. این برای همه مثلث های قائم الزاویه که میتونه اینجوری ایجاد بشه وجود داره. به همین دلیلی که نسبت های مثلثاتی زاویه ربطی به اینکه مثلث قائم الزاویه مون کوچیک باشه یا بزرگ نداره، فقط به خود زاویه بستگی داره. زاویه 30 درجه تو هر مثلث قائم الزاویه که ما یه زاویه 30 درجه داشته باشیم، ضلع مقابلش رو تقسیم بر وتر کنیم، یه عدد به دست میاد. برای همه مثلث‌های قائم الزاویه به زاویه 30 درجه، برای همه زوایای دیگه هم به همین صورت. الان ما اینجا چند تا مثلث قائم الزاویه می‌بینیم؟ یه دونه کوچیکه، یه دونه متوسط، یه دونه بزرگ. نسبت ضلع مقابل به مجاور میشه چی؟ تانژانت. تانژانت زاویه حاده سمت راست میشه ضلع مقابل 1 واحد به ضلع مجاور 2 واحد، 1/2. برای مثلث متوسط چی میشه؟ میشه 75/7 مثلا 1.5 به 3، بازم همون 1/2. برای مثلث بزرگ چی میشه؟ 2/4. میبینید ثابته. این مثلث کوچیک تانژانت زاویه حاده رو میخواییم، حاده یعنی همون گوشه ای که تو همه این سه تا مثلث برابره، 1/2. این آبیه به نارنجیه، ضلع مقابل به مجاور. برای مثلث متوسطمون ضلع مقابل آبی، ضلع مجاور نارنجی، میشه 1.5 به 3، باز 1/2. برای مثلث بزرگمون ضلع مقابل به مجاور 2/2. یه مثلث قائم الزاویه در نظر بگیرید، مثل همین مثلث قائم الزاویه که سبز هست. یه مثلث قائم الزاویه دیگه با زاویه حاده برابر با این در نظر بگیرید. این دو تا مثلث قائم الزاویه به نظرتون
هم نهشتن؟ نه، متشابهن. تو سال نهم درباره تشابه دوتا چند لیلی دیدیم، یعنی به یک نسبت از لایشون بزرگ یا کوچیک باشه نسبت به یک دیگه. تک تک اضلاع رو وقتی بر هم تقسیم کنیم یه نسبتی به دست میاد، یه عددی به دست میاد، به این میگن نسبت تشابه. زاویه ها نظیر به نظیر با هم دیگه برابره. نکته اساسی اینه تو مثلث قائم الزاویه فقط کافیه یه زاویه از یکی با دیگری برابر باشه، منظور زاویه دیگه غیر از زاویه 90 درجه شون هست. یعنی اگه یکی از زاویه حاده مثلث قائم الزاویه با زاویه حاده مثلث قائم الزاویه دیگه ای برابر باشه، اون وقت اون دو تا مثلث قائم الزاویه با هم متشابهن. یعنی اگر اون کوچیکه رو به یه نسبت از رایش رو بزرگ کنی به اون بزرگه میرسید، یا بالعکس اگر اون مثلث قائم الزاویه بزرگه رو از رایش رو به یه نسبت کوچیک کنید به مثلث قائم الزاویه کوچیکه میرسید. میبینید الان این زاویه کوچیک که بر زاویه حاده منطبق شد، این مثلث قائم الزاویه با اون یکی مثلث قائم الزاویه تشابهش کاملا مشخصه. بدیهیه وقتی یکی از زاویه حاده از مثلث قائم الزاویه با زاویه حاده مثلث قائم الزاویه دیگه برابر باشه، اون یکی زاویه حاده هم با هم برابره. چرا؟ چون ما مجموع دو زاویه رو یعنی 90 و به علاوه همون زاویه حاده برابر داریم، از 180 کم کنیم به یه عدد میرسیم، بنابراین سه تا زاویه با هم دیگه برابره. و برای تشابه دو مثلث هر مثلثی در نظر بگیریم، دو زاویه از مثلثی با دو زاویه از مثلثی برابر باشه، اون وقت میگیم اون دو تا مثلث با هم متشابه هست. و چون تو مثلث قائم الزاویه ما یه زاویه قائمه داریم، بنابراین کافیه فقط یکی از زاویه ها با هم دیگه برابر باشه. حالا اینا چه ربطی داره به نسبت مثلثاتی؟ الان میگیم این زاویه با این زاویه برابر. و اینجا هم اگر بازم این زاویه رو بر هم منطبق کنیم، باز میبینیم اون ضلع دیگه با هم دیگه موازیه، زاویه حاده دیگه هم بنا به قضیه خطوط موازی مبرب با هم دیگه برابره. یه مثلث قائم الزاویه در نظر بگیرید که متساوی و ساقین هم باشه، یعنی دو تا اضلاع قائمش با هم دیگه برابر باشه و اضلاع قائمش یک و یک باشه. ما میدونیم بنا به رابطه فیثاغورس، قضیه فیثاغورس، وتر به توان دو برابر با مجموع مربعات دو ضلع دیگه، یعنی یک به توان دو به علاوه یک به توان دو مساوی آب توان دو. اینجا وتر در میاد رادیکال دو. نسبت مثلثاتی اینو میگه که ما در یه مثلث قائم الزاویه نسبت مثلثاتی رو بخوایم سینوس، کوسینوس، تانژانت، کوتانژانت رو به دست بیاریم، طول ضلع مقابل به وتر، طول ضلع مجاور به وتر، مقابل به مجاور، مجاور به مقابل. تو مثلث قائم الزاویه متساوی و ساقینی که در نظر گرفتیم به اضلاع قائم یک، چون مثلث قائم الزاویه متساوی و ساقینه، بنابراین هر کدوم از زاویه ها چقدر؟ 45 درجه. اضلاع قائم هم که یک بودن، وتر هم بود رادیکال دو. حالا میخوایم نسبت مثلثاتی رو به دست بیاریم بدون استفاده از ماشین حساب. برای چه زاویه؟ 45 درجه. میشه سینوس 45 درجه برابر است با ضلع مقابل به زاویه 45 درجه به وتر، یعنی یک به روی رادیکال دو. یک به روی رادیکال دو رو گویا کنید، یعنی صورت مخرجی در رادیکال دو ضرب کنید، میشه رادیکال دو دوم. کوسینوسش چی میشه؟ طول ضلع مجاور، یعنی چسبیده به همون 45 درجه به وتر، یک به روی رادیکال دو. سینوس کوسینوس برابرن چون
دل مقابل مجاورم برابرم و ترم که همون ثابت رادیکال دوه، بنابراین اینجا میشه رادیکال دو دوم. تانجانت چی میشه؟ میشه طول دل مقابل به زاویه 45 درجه به طول دل مجاور به زاویه 45 درجه. یک هر دوتاش میشه یک یکم، یک تانجانت 45 درجه یک. کوتانجانت 45 درجه چقدره؟ طول دل مجاور به زاویه 45 درجه به طول دل مقابل به زاویه 45 درجه. بازم اینجا تانجانت و کوتانجانت میبینید به دلیل اینکه طول دل مقابل مجاور برابر هستن میشه. الان توی تمام این چهارتا مثلث قائم الزاویه متساوی و ساقین و هر مثلث قائم الزاویه متساوی و ساقین دیگه این رابطه برقراره، بله. اونجا ما یک گرفتیم، اینجا 75 صدم، اینجا 1.25 صدم، تو مثلث زرد 3.1 هفتم، تو مثلث پایین سمت چپ هر دو تا ذیل نیمه. اصلا ما بیایم یه کار کنیم، مثلث قائم الزاویه در نظر بگیریم به طول ذیل آ، اما قبلش بیایم ببینیم چه اتفاقی میفته. مثلا 3.1 هفتم رو در نظر بگیرید، مثلث قائم الزاویه ای داریم به طول اضلاع قائمه 3.1 هفتم، وترش در میاد چی؟ وتر به توان دو برابر با 3.1 هفتم به توان دو به علاوه 3.1 هفتم به توان دو. چون دو تا 3.1 هفتم به توان دو میشه 2 ضرب در 3.1 هفتم به توان دو، از دو طرف جذب بگیرید، 3.1 هفتم به توان دو میاد بیرون، دو نمیاد بیرون، آ میشه 3.1 هفتم رادیکال دو. این مفهومش اینه، ما اینجا طول ذیل قائمه رو گرفتیم 3.1 هفتم، وتر در اومد 3.1 هفتم رادیکال دو. هر عدد دیگه ای بود طول ذیل قائمه بود نیم، میشد نیم رادیکال دو، بود 25 صدم میشد 25 صدم ضرب در رادیکال دو. حالا میایم به صورت کلی یه مثلث قائم الزاویه متساوی و ساقین در نظر میگیریم به طول اضلاع قائمه B، وترش چی میشه؟ A به توان دو برابر با B به توان دو به علاوه B به توان دو میشه 2 B به توان دو، A میشه رادیکال 2 B. به جای A میذاریم چی؟ رادیکال 2 B. حالا میایم نسبت های مثلثاتی رو براش مینویسیم. سینوس 45 میشه طول ذیل مقابل ب به وتر رادیکال دو ب. میبینی اینجا رادیکال دو دوم در اومد، اصلا دیگه ذیل ظاهر نشد، اصلا ساده شد. کوسینوس 45 هم همینجور ب با ب ساده شد، تانجنت 45 ب با ب ساده شد. پس به صورت کلی برای هر مثلث قائم الزاویه‌ای به ذیل ب، به هم که هر عددی میتونه باشه، هر عدد حقیقی مثبتی میتونه باشه، و میبینید که سینوس، کوسینوس، تانجانت و کوتانجانت 45 درجه به دست اومد. توی ماشین حساب هم که بزنید سینوس 45 درجه رو همون عددی که از رادیکال دو تقسیم بر رادیکال بر دو به دست میاد نشون داده میشه. ادامه میدیم. اندازه زاویه های آ و آپرین، س و سپرین را به دست آورید. آیا در مورد مثلث های قائم الزاویه با چنین شرایطی زاویه ها برابر با آ و س هستند؟ بله. وقتی که ما برای هر زاویه یه نسبت مثلثاتی داریم، بنابراین هر نسبت مثلثاتی متناظر با یه زاویه است. مثل همون نقطه و عدد متناظر با اون روی محور، وقتی ما یه عدد داریم یه نقطه روی محور متناظر با اون داریم و بالعکس هر نقطه هم روی محور فقط متناظر با یه عدده. برای تمامی مثلث های قائم الزاویه با زاویه 26 درجه یا تقریبا برابر 26 درجه رابطه ذیل مقابل به مجاور 1/2. شما خودتون یه مثلث قائم الزاویه با زاویه 26 درجه رسم کنید، طول ذیل مقابل به مجاور، همون ذیلی که چسبیده به زاویه میشه ذیل مجاور، وتر رو در نظر نگیرید، نسبت رو به دست بیارید، خواهید دید برابر با 1/2.
توی ماشین حسابم که اگه بزنید تانژانت، حالا میرسیم، تانژانت معنیش این میشه طول ضلع مقابل به زاویه به طول ضلع مجاور زاویه، به این میگن تانژانت. حالا اگر یه نفر یه مثلث قائم الزاویه رسم کرد، طول ضلع مقابل به مجاور بود 1/2، اون زاویه میتونیم بگیم 26 درجه است، چون نسبت مثلثاتی طول ضلع مقابل به مجاور دیگه یه عدد متناظر با یه زاویه است. ما تو ماشین حساب میتونیم تانژانت، سینوس، کوسینوس اینا رو با زدن یه دکمه به دست بیاریم، اما داره تو ریاضی دهم به دست آوردن اونها رو یاد میگیریم، یعنی جایی که میخوایم بدون استفاده از ماشین حساب به دست بیاریم به چه صورته. در هر مثلث و مزاوی در صورتی که نسبت‌های اضلاع به همدیگر را داشته باشیم میتوانیم زاویه مورد نظر را به دست بیاریم. مثال مثلث قائم الزاویه را رسم کنید که طول یک ضلع نصف وتر باشد، زاویه ها را با کمک نقاله به دست بیارید. طول ضلع مقابل به زاویه نصف وتر، یه مثلث قائم الزاویه رسم میکنید. مثلا من اینجا یه ضلع مثلث قائم الزاویه را گرفتم 1.5، وتر را گرفتم دو برابرش 3. شما میتونید 2 بگیرید 4، 4 بگیرید 8، یا 1 بگیرید به 2، این نسبت 1/2 وجود داشته باشه. خواهید دید زاویه مقابل به اون ضلع حتما 30 درجه در میاد. چرا؟ سینوس 30 درجه رو وقتی توی ماشین حساب بزنید 1/2، و این برای تمامی مثلث‌های قائم الزاویه با زاویه 30 درجه وجود داره. سینوس درس بعدی خواهیم دید طول ضلع مقابل به زاویه به وتره. حالا یه نکته دیگه، هر نقطه ای روی وتر در نظر بگیرید، عمود کنید به ضلع مقابل، خواهید دید طول ضلع مقابل به زاویه 30 درجه برابر با نصف وتره. مثلا من الان یه نقطه رو در نظر گرفتم روی وتر که فاصلش از ضلع مقابل 2.25، بعد با خطکش که اندازه میگیرم وتری که این مثلث قائم الزاویه داره 4.5. هر نقطه دیگه ای هم که در نظر بگیرید به همین صورت این رابطه براش برقراره. دقت کنید ما نسبت های مثلثاتی رو در مثلث قائم الزاویه در نظر میگیریم، مثلثمون حتما باید قائم الزاویه باشه، زاویه‌مون از 0 تا 90 متغیر میتونه باشه، اما هر کسی یه مثلث قائم الزاویه با زاویه 30 درجه در نظر بگیره طول ضلع مقابلش به وتر همین 1/2. مثلا الان اینجا این نقطه رو در نظر بگیرید، وتر 4.5، ما پیش بینی میکنیم 2.25 فاصلش از ضلع مقابل باشه و این وجود داره. نسبت های مثلثاتی، برای نسبت میان اضلاع مثلث قائم الزاویه و زاویه های مثلث روابط زیر تعریف میشه. یه مثلث قائم الزاویه داشته باشیم، یک از زاویه حاد تتا، ما سینوس رو اینجوری تعریف میکنیم، سینوس زاویه تتا برابر است با طول ضلع مقابل به زاویه تتا به طول وتر. کوسینوس زاویه تتا طول ضلع مجاور، همون ضلعی که چسبیده به تتا، اما وتر نیست چون وتر تو مخرجه. طول ضلع مقابل به زاویه به طول ضلع مجاور میشه تانژانت، طول ضلع مجاور به مقابل برعکس تانژانت میشه کوتانژانت. حالا اگه بخوایم به صورت نمایش ریاضی بگیم، سینوس تتا میشه طول ضلع مقابل AB به وتر آسه، AB به روی آسه. کوسینوس تتا میشه طول ضلع مجاور BC به طول وتر آسه. تانژانت میشه طول ضلع مقابل AB به طول ضلع مجاور BC. یعنی با خطکش هم شما اینا رو اندازه بگیرید، بعد اون تتا رو
با نقال اندازه بگیرید، بعد تو ماشین حساب بزنید، این نسبت ها رو به دست بیارید، تقریبا یکی در میاد. مثل همونجا که سینوس تتار یک دوم به دست آوردیم برای 30 درجه اندازه گرفتیم 1.5 به 3. کوتانژانت تتا میشه طول ضلع مجاور به زاویه تتا به 3 به طول ضلع مقابل به زاویه تتا آبه. اگر مثلث قائم زاویه به طول ضلع های قائم 1.1 داشته باشیم، دیدید توی قبل نسبت های مثلثاتی زاویه 45 رو، یعنی 45 درجه رو به دست بیاریم. سینوس 45 درجه میشه طول ضلع مقابل به زاویه 45 درجه که اینجا همون یکه به وتر به 3 از رابطه فیثاغورس 1 به توان 2 به علاوه 1 به توان 2 برابر با به 3 به توان 2. به 3 میشه رادیکال 2، آب به روی به 3 میشه 1 به روی رادیکال 2 که اگه گویا کنیم میشه رادیکال 2 دوم. سینوس تتا رو در آوردیم رادیکال 2 دوم. کوسینوس تتا هم همین در میاد دیگه، چون ضلع مجاور 1 و تر هم که همون رادیکال 2 گویا بشه همون رادیکال 2 دوم در میاد. تو درس سوم که نسبت های رابطه بین نسبت های مثلثاتی هست، خواهیم دید که میتونیم از سینوس به کوسینوس برسیم بدون اینکه رابطه ضلع مجاور به وتر رو بنویسیم. تانژانت هم میشه ضلع مقابل به مجاور 1 به 1. کوتانژانت هم عکسش میشه ضلع مجاور به مقابل 1 به 1 که هر دو 1ه. در تمرین بعد گفته مثلث قائم الزاویه‌ای دلخواه رسم کنید که یک زاویه آن 30 درجه باشد. نسبت های مثلثاتی زاویه 30 درجه را به دست بیارید. خب یه مثلث قائم الزاویه دلخواه به زاویه 30 درجه رسم میکنیم. من یکی از اضلاع قائمش رو میگیرم، 4، و با داشتن زاویه 30 درجه مثلث قائم الزاویه ایجاد خواهد شد، چون یکی از زاویه دیگه 90 درجه است. وقتی با خط کش اندازه گیری میکنم، اضلاع این مثلث و وترش در میاد 4.5 تقریبا، به سم تقریبا در میاد 2.2. وقتی یه زاویه مثلث قائم الزاویه 30 درجه باشه، اون یکی 60 درجه است دیگه. ما سینوس و کوسینوس و تانژانت و کوتانژانت رو میگیم نسبت های مثلثاتی. وقتی میگن نسبت های مثلثاتی یه زاویه رو بنویسید، این 4 تا رو به دست بیارید. سینوس 30 درجه میشه طول ضلع مقابل به زاویه 30 درجه، با خط کش که اندازه گیری میکنم 2.2 تقریبا، به وتر یعنی 4.5. یه زمان هستش میگن از طریق رسم به دست بیارید، یه زمان هستش عدد سینوس و کوسینوس میدن از طریق رابطه بین نسبت های مثلثاتی باید به دست بیارید، یه زمان هست با ماشین حساب به دست باید بیارید. اینجا گفته رسم کنید و اندازه گیری باید کنیم و تقریبی به دست بیاریم. بنابراین عددی که به دست میاد دقیق نیست، چون با خط کش میدونید دقتش تا میلیمتره. تا حالا تو بحث آمار مدل سازی این ابزارا باش آشنا میشید، ما یه خط کش میلیمتری نمیتونیم تا دهم میلیمتر رو باش اندازه بگیریم. تقریبی میگیم 2.2 میلیمتر تقسیم بر 4.5 تقریبا میشه نیم. سینوس 30 درجه میدونیم دقیقاً 1/2، اما اینجا باید بشه 2.25. خب خط کش ما که تا میلیمتر بیشتر نشون نمیتونه بده. کوسینوس 30 درجه میشه طول ضلع مجاور به زاویه 30 درجه یعنی 4 به طول وتر، تقریبا در میاد 1/8. این عدد کوسینوس 30 درجه رو اگه بخواید دقیق به دست بیارید تو ماشین حساب که بزنید، برابر با رادیکال 3/2. حالا توی تمرین ها خواهید دید تانژانت 30 درجه دقیقش رادیکال 3/3، اما اینجا طول ضلع مقابل به مجاور 2.2 به 4 میشه تقریبا 55. کوتانژانت 30 درجه
دقیقش رادیکال 3، یعنی اگه تو ماشین حساب کوتانژانس 30 درجه رو عددش رو ببینید، همون عددی هست که رادیکال 3 رو میخواید به دست بیارید با ماشین حساب نشون میده. اما ما اینجا تقریبی میگیم 4 به 2 دهم 1.8 دهم. پس ما اینجا از ماشین حساب استفاده کردیم، اما برای به دست آوردن نسبت ها، نه برای به دست آوردن دقیقش. یعنی ما حتی بدون ماشین حساب 4 رو تقسیم برای 2.2 میتونیم کنیم، به همون تقریبا 1.8 میرسیم. منظور من از به دست آوردن دقیق نسبت های مثلثاتی این بود که بزنیم مثلا سینوس 30 درجه، تانژانت یا کوتانژانت 30 درجه. ما اینجا فقط برای تقسیم کردن ها از ماشین حساب استفاده کردیم. گفته تو مسئله قبل اندازه زاویه دیگه 60 درجه است دیگه. نسبت های مثلثاتی این زاویه 60 درجه رو بنویسید. خب اگه ما زاویه C رو در نظر بگیریم، یه سینوس داریم، یه کوسینوس داریم، یه تانژانت داریم، یه کوتانژانت برای این زاویه. سینوس 60 درجه طول ضلع مقابل، این دفعه زاویه‌مون 60 درجه است. طول ضلع مقابلش که ضلع AB است 4، به وتر میشه 4.5. 4 تقسیم بر 4.5 تقریبا میشه 8 دهم. این همون رادیکال 3 دومه دقیقش. اگه بخواید تو ماشین حساب وقتی رادیکال 3 رو تقسیم بر 2 کنید، همون عددی رو نشون میده که سینوس 60 درجه رو بزنید. کوسینوس 60 درجه میشه طول ضلع مجاور، یعنی بسه که 2.2 به وتر آس 4.5 تقریبا میشه نیم. تانژانت 60 درجه میشه طول ضلع مقابل به زاویه 60 درجه 4 تقسیم بر طول ضلع مجاور 2.2 تقریبا 1.8. کوتانژانت طول ضلع مجاور 2.2 به طول ضلع مقابل میشه 4، میشه تقریبا نیم. میبینید سینوس و کوسینوس، تانژانت و کوتانژانت 30 و 60 عکس یکدیگه. سینوس 60 درجه همون عددیه که کوسینوس 30 درجه است و بالعکس کوسینوس 60 درجه همون عددی که سینوس 30 درجه است. برای تمام زوایای متمم اینجوریه. بله، مثلا 20 و 70، 10 و 80، سینوس کوسینوس، تانژانت کوتانژانت عکس یکدیگر. کاربرد نسبت های مثلثاتی، یه هواپیما رو در ارتفاع 2 کیلومتری در نظر بگیرید، میخواد فرود بیاد با چه زاویه؟ 13 درجه. میخوایم بدونیم این با زاویه 13 درجه تو ارتفاع 2 کیلومتری داره ارتفاع کم میکنه، چه مسافتی رو طی خواهد کرد تا به زمین برسه. یعنی وقتی که به زمین رسیده فرود اومده، منظور اینه، چون به سرعت رد داره دیگه، کی متوقف میشه. میدونیم سینوس 13 درجه برابر است با طول ضلع مقابل به وتر. ما الان میخواییم وتر رو به دست بیاریم دیگه، مسافتی که طی میکنه. مسافت با اون جا به جایی فرق میکنه، این مسافت همون اندازه وتره. اما اگه بگه مثلا جا به جایی چقدر، اون وقت میشه ضلع آسه. ما الان میخواییم آبه رو به دست بیاریم، مسافتی که هواپیما طی میکنه میشه سینوس 13 درجه بسه به آبه. سینوس 13 درجه رو تو ماشین حساب میبینیم 22 صدم در میاد، برابر با 2 بر حسب کیلومتر به دست میاریم آبه رو، اشکال نداره. آبه یه طرف این وسط این کنیم میشه 2/2 آبه در میاد 9 کیلومتر. یعنی 9 کیلومتر آبه است. حالا ما میتونیم از طریق فیثاغورس آثار هم به دست بیاریم. این میشه جا به جایی. توی فیزیک با مفهوم مسافت و جا به جایی آشنا شدید. جا به جایی کوتاه‌ترین فاصله است. مسافت خب اون مقداری هستش که داره طی میکنه. هواپیما برسه به آ، ما حساب میخواییم بکنیم چقدر مسافت طی کرده. تو مسئله بعد یه کاربرد دیگه ای از نسبت های مثلثاتی رو خواهید دید. یعنی ما لازم نیستش حتماً قاعده و ارتفاع رو داشته باشیم برای مساحت. توی این مسئله بعد خواهید دید که ما برای به دست آوردن مساحت مثلث یه فرمول دیگه ای میتونیم داشته باشیم و اون فرمول بر حسب طول دو ضلع و زاویه بین اون دوتا ضلع. یه مثلث آبسه در نظر بگیرید، ما میتونیم ارتفاع مثلث رو بر حسب
روابط نسبت های مثلثاتی به دست بیاریم. سینوس ب و یعنی اگه زاویه بین AB و BC که B هست رو داشته باشیم، سینوس رو میتونیم به دست بیاریم برابر با AH به روی AB. چه کمکی میکنه؟ AH رو میتونیم با یه طرف این وسطین بر حسب AB و سینوس زاویه بین AB و BC به دست بیاریم. AH میشه AB ضرب در سینوس B. بنابراین مثلث ABC مساحتش که بود اول BC ضرب در AH دوم قاعده ضرب در ارتفاع تقسیم بر دو شد BC ضرب در AB ضرب در BC ضرب در سینوس B تقسیم بر دو. ما با کمک نسبت های مثلثاتی میتونیم وقتی یه مثلث قائم الزاویه ایجاد کردیم اون طول ضلع هایی که مجهول هست رو به دست بیاریم. اینجا در حقیقت ما یه مثلث قائم الزاویه به نام AHB داریم که AH رو بر حسب AB نوشتیم چون سینوس B هم داریم. اما مساحت یه مثلث با داشتن دو ضلع و زاویه بین توی این مسئله وجود داره. سینوس 75 درجه میدونیم 96 صدومه. SABC میشه 1/2 AB ضرب در BC این دوتا ضلع ضرب در سینوس زاویه بینشون که 96 صدام در نظر گرفتیم، تقریبا مساحتش در میاد 7.24 صدام. تمرین بعدم همین مساحت، فقط اینجا دوتا زاویه رو داده، زاویه بین ما میتونیم از قضیه مجموعه زوایای داخلی مثلث که 180 درجه است 33 60 منهای 180 120 رو به دست بیاریم. سینوس 120 همون سینوس 60 درجه است. چرا؟ خب اول اینکه شما تو ماشین حسابم بزنید در میاد، دوما توی درس دایره مثلثاتی خواهید دید که زوایای مکمل سینوس هاشون با همدیگه برابره. 60 و 120 110 و 70 اینا سینوس هاشون با هم برابره. اس ا ب س میشه 1/2 ضرب در 3 ضرب در 3 ضرب در 87 صدم، تقریبا در میاد 3.897 هزارم که ما میتونیم تقریبا در نظر بگیم 3.9. در اینجا ما یه تمرینی داریم که یه مثلث قائم الزاویه اندازه وتر رو داده، سینوس زاویه رو داده، سایر نسبت های مثلثاتی خواسته. سایر نسبت های مثلثاتی یعنی چی؟ یعنی کوسینوس، تانژانت و کوتانژانت. ما سینوس یه زاویه رو داشته باشیم یعنی چی رو داریم؟ نسبت طول ضلع مقابل به اون زاویه به وتر. معنی سینوس B برابر 3/5 معنیش این نیستش که طول ضلع مقابل 3 طول وتر 5. مگه نسبت پول من به یه نفر 1/2 باشه معنیش اینه که من حتما 1 تومن پول دارم اون طرف 2 تومن، ممکن من 1000 تومن داشته باشم اون 2000 تومن، من 1 میلیون اون 2 میلیون. این نسبت بیانگر یه کسری هستش که صورت مخرجش ساده شده. حالا اگر گفته باشه اندازه وتر 5، بله نسبت 3/5 نشون میده طول ضلع مقابل به اونم 3، اما اینجا گفته سینوس B 3/5 وتر 15، AC به دست میاد چند؟ 45/5 برابر با 9.
یا میتونیم اینجوری بگیم، بگیم سینوس ب برابر آس ب 15 برابر با 3 به 5 شده. حالا 15 3 برابر 5، بنابراین آس 3 برابر 3، بنابراین آس میشه 9. ما آس رو داریم، وتر یعنی بسه رو داریم، رابطه فیثاغورس میتونیم آب رو به دست بیاریم، آب میشه رادیکال بسه به توان 2 15 به توان 2 منهای آسه به توان 2 9 به توان 2 که میشه 81. 225 منهای 81 زیر رادیکال ازش جذب بگیری میشه جذر 144 که همون 12. طول آبر رو به دست بیاریم میتونیم کوسینوس رو به دست بیاریم، کوسینوس طول ضرب مجاور به وتره. یعنی الان 12 به 15 که ساده هم کنیم میشه 4 به 5 میشه کوسینوس. تانژانت میشه طول ضلع مقابل 9 به 12، سادهش کنیم میشه 3 چهارم. کوتانژانت میشه عکس تانژانت، یا نه میتونیم بگیم طول ضلع مجاور 12 به طول ضلع مقابل 9، 12 به 9 همون 4 به 3. درس بعدی دایره مثلثاتیه. نقطه پی با حرکت روی دایره در خلاف جهت عقربای ساعت زاویه تتا رو ایجاد میکنه با چه محوری؟ محور ایکسا. یعنی ما یه ضلع ثابت داریم به نام او آ، یه ضلع متحرک داریم که انتهاش پیه. این زاویه تتا رو ایجاد میکنه وقتی خلاف جهت عقربای ساعت تتا حرکت میکنه، زاویه مثبت ایجاد میکنه. چهار تا روب داریم، یعنی محورای ایکس و ایگرگ این دایره رو به چهار روب تقسیم کرده. یادتون هست محورای مختصاتی رو به اول، رو به دوم، رو به سوم، رو به چهارم. اینجا هم این دایره رو به چهار روب تقسیم کرده، رو به اول که از 0 درجه تا 90 درجه است، رو به دوم از 90 تا 180، رو به سوم از 180 تا 270، دایره 360 درجه است دیگه، رو به چهارم از 270 تا 360. حالا گفته بر روی دایره مثلثات زیر زاویه خواسته شده رو نمایش بده. 30 درجه یعنی چی؟ یه ضلع ثابت او آ 30 درجه جدا میکنیم در خلاف جهت عقربای ساعت، یه خط رسم میکنیم میشه 30 درجه. منفی 60 درجه یعنی باید در جهت عقربای ساعت 60 درجه جدا کنیم. از کجا؟ یه ضلع ثابت او آ هست، نقاله رو قرار میدیم این دفعه پایین، زاویه 60 درجه رو جدا میکنیم، این میشه منفی 60 درجه. 90 درجه مثبت یعنی میشه همینجا، زاویه‌ای که بین محور ایکس و ایگرگا می سازه. محور افقی محور ایکس هست، محور عمودی محور ایگرگا. زاویه 55 درجه او آ ثابته، 55 درجه جدا می کنیم. در خلاف جهت عقربای ساعت 120 درجه. من اینجا محورا رو اشتباه ایکس و ایگرگ رو جا به جا گذاشتم، محور عمودی ایگرگ، محور افقی ایکس. 120 درجه میشه در جهت خلاف عقربای ساعت 120 درجه جدا میکنیم، یه 90 درجه و یه 30 درجه جمعش میشه 120 درجه. 190 درجه یعنی یه 180 درجه جدا میشه و یه 10 درجه
یعنی کافیه نقاله رو بذاریم و یه 10 درجه اضافه کنیم به 180، منفی 270 درجه، یعنی خلاف جهت عقربای ساعت. اگه بریم که 270 درجه در جهت عقربای ساعت 90 درجه 90 درجه میشه منفی 90، منفی 180، منفی 270 درجه. علامت هم میزنیم، این منفی 270 درجه حرکت کردیم. 360 درجه یعنی همون 0 درجه، یه دور کامل در خلاف جهت عقربای ساعت، یا حتی جهت عقربای ساعت هم که منفی 360 بریم به همون نقطه ابتدا میرسیم. فقط این حرکت رو باید نشون بدیم که در جهت عقربای ساعت یا خلاف جهت عقربای ساعت. 360 یعنی خلاف جهت عقربای ساعت. دایره مثلثاتی به شعاع 1 گفته رسم کنیم. از نقطه P روی محیط دایره بر محورهای X و Y عمود کنید. محل برخود را به ترتیب D و E بنامید. سینوس، کوسینوس، تانجانت و کوتانجانت زاویه‌ای که OP با محور افقی می‌سازد را به دست آورید. یادتون هستش نسبت‌های مثلثاتی رو در مثلث قائم الزاویه تعریف کردیم. حالا می‌خوایم پیوند بدیم با دایره مثلثاتی. چجوری؟ الان نقطه P رو در نظر بگیرید، عمود کنید بر محورهای X و Y. یه مثلث قائم الزاویه می‌بینید اونجا OPD. خب ما الان میایم سینوس رو تعریف می‌کنیم. مگه طول ضلع مقابل به وتر نبود؟ PD به OP. OP همون شعاع دایره مثلثاتی که 1 هست، چون گفته به شعاع واحد رسم کنید دایره مثلثاتی رو. PD هم همون Y، یه X و Y داریم دیگه برای هر نقطه روی دستگاه محورهای مختصات، روی صفحه هر نقطه یه X داره یه Y. Y به روی 1 همون Y. کوسینوس پی او دی میشه او دی به روی او پی، یعنی ایکس به روی یک، یعنی ایکس. تانجانت پی او دی زاویه تتا میشه طول ضلع مقابل ایگرگ به ایکس. پی دی به او دی میشه ایگرگ به ایکس. کوتانجانت او دی به پی دی میشه ایکس به ایگرگ. میبینید نقطه پی روی دایره مثلثاتی سینوس و کوسینوس و تانجانت و کوتانجانتی که زاویه تتا می سازه رو بر حسب x و y به دست آوردیم، یعنی x و y متناظر کوسینوس تتا و سینوس تتا. دایره مثلثاتی هم میتونیم اینجوری در نظر بگیریم، محور افقی که x از کوسینوس، محور عمودی سینوس. دایره مثلثه شعاعش یکه، تا محدوده منفی 1 تا 1 کوسینوس، از منفی 1 تا 1 هم سینوس تغییر میکنه. یعنی هر نقطه روی دایره مثلثاتی که در نظر بگیرید عمود کنید بر محور افقی کوسینوس رو به شما میده، عمود کنید بر محور عمودی سینوس رو میده. حالا اگه زاویه در جهت عقربای ساعت باشه این تتا میشه منفی. میبینید سینوس مثلا توی الان رو به چهارم قرار گرفته، سینوس منفی، کوسینوس همچنان مثبته. حالا اگر ما بخوایم اینو به صورت دقیق‌تر نشون بدیم، یعنی یه نقطه رو در نظر بگیریم روی دایره مثلثاتی عمود کنیم بر محورا، خواهیم دید اینا به دست میاد. ما 4 تا روب داریم، روب اول، روب دوم، روب سوم و روب چهارم. تو روب اول هم سینوس مثبت هم کوسینوس، تو روب دوم سینوس مثبت کوسینوس منفی، تو روب سوم هر دو منفی هن. تو روب چهارم میبینید کوسینوس محور مثبت دیگه، مقدار مثبت داره، سینوس چون پایین افتاده منفیه. پی میشه مختصاتش کوسینوس تتا و سینوس تتا. معنیش اینه اگر از انتهای نقطه که پی هست بر محور کوسینوس و سینوس عمود کنیم، مثل همینجا،
بر محور کسینوس عمود کنیم، یادتونه نقطه بود x به دست میاد، اینجا کسینوس به دست میاد. بر محور عمودی یعنی سینوس عمود کنیم، سینوس به دست میاد. الان تو رو به چهارون قرار داریم، سینوس پایینه، مبدأ منفی، کسینوس سمت راست مبدأ مثبت. پس انتهای کمانمون الان تو رب چهارمه. اگه تو رب دوم بود سینوس مثبت، کسینوس منفی. اگه تو رب سوم بود سینوس و کسینوس هر دو منفی، چون کسینوس سمت چپ مبدأ، سینوس پایین مبدأ. مقدار سینوس و کسینوس چه تغییری میکنن؟ سینوس و کسینوس همواره بین منفی یک و یک تغییر میکنن. چرا؟ چون دایره مثلثاتی به شعاع واحده و منفی یک تا یک تغییر میکنه. ما یه سری زوایا داریم، زوایای مشهوری هست، بعد اینا رو سینوس کسینوس تانژانت کوتانژانتشون رو بدونیم. برای صفر درجه سینوس اگه عمود کنیم بر محور سینوس ها، خب صفر کسینوس همون شعاع واحد یکه، تانژانت سینوس به روی کسینوس، صفر به روی یک میشه صفر، کوتانژانت تعریف نشده است. منفی 90 درجه سینوس منفی یک، کسینوس صفر، تانژانت تعریف نشده است. تعریف نشده رو با این علامت بی نهایت نشون میدم. کوتانژانت صفر. 270 درجه همون منفی 90. وقتی ما 270 درجه در خلاف جهت عقربای ساعت حرکت کنیم، انگاری 90 درجه در جهت عقربای ساعت حرکت کردیم. بنابراین نسبت مثلثشون انتهای کمان همون هست، تغییری نمیکنه. 180 درجه سینوس صفر، عمود کنیم بر محور سینوس از انتهای نقطه پیک 180 درجه است، صفر. و کوسینوس منفی 1، تانژانت صفر، کوتانژانت تعریف نشده است. منفی 180 همونه که 180 نسبت های مثلثاتیش. اینجا گفته اگر آلفا در هر کدوم از این ربع ها قرار داشته باشه، از 0 تا 90 باشه یا از 90 تا 180 باشه در ربع دوم، از 180 تا 270 باشه ربع سوم، از 270 تا 360 ربع چهارم. اگر مساوی همین عدد باشه روی خود محورها قرار داره این ناحیه، یعنی مثلا یک درجه، دو درجه، سه درجه یا یک دهم درجه، باید اینا رو به اوله. از 90 یه اپسیلون یا یه مقدار جزئی زیادتر باشه وارد رو به دوم میشه. اینا به چه درد میخوره؟ مثلا اگر ما یه نسبت مثلثاتی به ما دادن، بعدا گفتن بر حسب نسبت های مثلثات دیگه بخوایم نسبتش رو به دست بیاریم، میدونیم که اگر در ربع دوم قرار داشته باشه، مثلا سینوسش مثبته، کوسینوسش منفیه. توی مسائل الان کاربرد این که توی کدوم ربع قرار داشته باشه رو خواهید دید، اما اینجا همینو کفایت میکنه. بدونیم مثلا زاویه 179 درجه تو ربع دومه، زاویه 185 درجه تو ربع سومه، زاویه 290 درجه تو ربع چهارمه. سینوس و کوسینوس پس همواره بین منفی 1 و 1 تغییر میکنن، مقدارشون بین منفی 1 و 1. چرا؟ چون دایره مثلثاتی که شعاعش واحده، مرکزش مبدأ مختصاتیه، محور کوسینوس ها رو در منهای یک و یک و محور سینوس ها رو هم در منهای یک و یک قطع کرده. بنابراین کوسینوس بین منهای یک و یک تغییر میکنه، سینوس هم بین منهای یک و یک. هر زاویه‌ای باشه سینوس کوسینوس بین منهای یک و یکه. اگر تتا زاویه‌ای در ربع دوم مثلثاتی باشد، در ربع دوم کوسینوس منفی، سینوس مثبته و سینوس 5/7، سایر نسبت‌های مثلثاتی تتا را بیابید. ما یه رابطه داریم
که سینوس 2 تتا به علاوه کوسینوس 2 تتا مساوی با 1. وقتی زاویه‌مون تو ربع دوم کوسینوس منفیه، سینوس 2 تتا به علاوه کوسینوس 2 تتا مساوی با 1. به جای سینوس تتا میداریم 5/7، 5/7 به توان 2 به علاوه کوسینوس 2 تتا مساوی با 1. این نوع سوال یکی از سوالات رایجی هست که حتما در امتحان نوبت اول مشابهش رو خواهید دید. به جای سینوس تتا مقدارش رو قرار میدیم، کوسینوس تتا مجهول ما هست که میشه رادیکال 1 منهای 25 49 مخرج مشترک بگیریم 49 منهای 25 میشه 24، 49 از زیر رادیکال میاد بیرون مجذور کامل میشه 7، 24 رو میتونیم بنویسیم 4 ضرب در 6، 4 میاد بیرون میشه 2. جواب این مثبت و منفی 2 رادیکال 6 هفتم میشه. تانژانت تتا برابر با سینوس تتا به روی کوسینوس تتا. ما سینوس تتا رو 5/7 داریم، کوسینوس تتا رو هم میتونیم از همینجا به دست آوردیم قرار بدیم. تانژانت کوتانژانت میشه عکس تانژانت. نکته، چون ما برای هر جهت گرفتن دو تا ریشه مثبت یکی منفی در میاد و اینجا جواب ما منفیه، چون کوسینوس در ربع دوم منفیه میشه منهای 2 رادیکال 6 هفتم. چون کوسینوس منفیه سینوس مثبته، تانژانت میشه منفی، کوتانژانت هم که هم علامت همیشه با تانژانت دیگه، چون فقط جایی صورت مخرج عوض میشه، سینوس به روی کوسینوس تو تانژانت، تو کوتانژانت کوسینوس به روی سینوس. سوال 15 گفته فرض کنید نقطه پی روی دایره مثلثاتی قرار دارد به طوری که کوسینوس تتا برابر منفی رادیکال 2/2. وقتی کوسینوس منفی یا تو ربع دومه یا ربع سومه و گفته تتا در ربع سوم مثلثاتی قرار دارد، بنابراین سینوسش هم منفیه. میدونیم سینوس 45 درجه کوسینوس 45 درجه رادیکال 2/2. حالا اینجا چه زاویه ما داریم؟ 180 به علاوه 45 درجه. 180 به علاوه 45 درجه چقدر میشه؟ میشه 225 درجه. پس زاویه مورد نظر ما 225 درجه است. یه نفر ممکنه بگه خب من میتونم منفی حساب کنم، یعنی 90 به علاوه 45 یعنی منفی 135 در نظر بگیرم. بله، منفی 135 همون 225 درجه است. ولی معمولا ما زاویه رو مثبت در نظر میگیریم، بنابراین تتا اینجا 225 درجه است. کوسینوس تتا سینوس تتا مختصات پی میشه، منفی رادیکال 2/2، منفی رادیکال 2/2. از رابطه کوسینوس 2 به علاوه سینوس 2 مساوی با 1 هم میتونیم سینوس رو به دست بیاریم و چون تو ربع سوم هست وقتی جذر گرفتیم سینوس تتا منفی رادیکال 2/2 میشه. تانژانت تتا چی میشه؟ تانژانت تتا میشه سینوس تتا به روی کوسینوس تتا. کوتانژانت تتا میشه عکس تانژانت تتا. پس راحت ترین نسبت مثلثاتی تانژانت و کوتانژانت هست که عکس یکدیگر، یعنی یک کدوم به دست آوردیم فقط کافیه معکوس کنیم اون یکی رو به دست بیاریم برای خود اون زاویه. سایر نسبت های مثلثاتی زاویه تتا رو به دست بیارید. منفی رادیکال 2/2 به روی منفی رادیکال 2/2 میشه 1. برای کوتانژانت هم همینه.
سوال 16 گفته اگه کوسینوس آلفا برابر منفی 2/5 باشه، آنگاه در مورد ناحیه‌ای که آلفا قرار می‌گیرد بحث کنید. آلفا میتونه در ناحیه دوم یا سوم باشه. کوسینوس تو این دو ناحیه منفیه. بنابراین اگر به شما بگن که سینوس یه زاویه مقدارش مثبته، میتونه تو ربع اول باشه یا سوم باشه. و اگر کوسینوسشو خواستید به دست بیارید، اونجا جذر که گرفتید میتونه مثبت باشه، میتونه منفی باشه. بنابراین روبش رو باید به شما بگه. بنابراین ما وقتی نسبت های مثلثاتی رو میخواییم به دست بیاریم، فقط مقدار عددیش نیست، علامتش هم مهمه. زاویه 45 درجه با زاویه 225 درجه عدداش عدد قدر مستقی یکیه، اما 45 درجه همش مثبته، چون تو روب اول قرار داره. کوسینوس آلفا منفی 2/5 توی ربع دوم یا سوم میتونه قرار داشته باشه. زاویه مثال بزنید که سینوس آن منفی و کوسینوس آن مثبت باشد. سینوس منفی یعنی توی سوم یا چهارم، و چون کوسینوسش مثبته میشه ربع چهارم. حالا تو ربع چهارم از 270 درجه داریم تا 360، مثلا 275 درجه، مثلا منفی 30 درجه، منفی 60 درجه، منفی 70 درجه، یا مثبت بگیم از 360 کمتر، از 270 بیشتر، 290، 280، 330. یه مفهوم دیگه وجود داره که پیوند پیدا میکنه با شیب خط توی ریاضی نهم. یادتون هست شیب خط رو تعریف کردیم؟ نسبت ایگرگ به ایکس، اونجا ایگرگ مساوی آی ایکس به علاوه ب، آ ضریب ایکس میشه شیب خط. حالا ما اینجا میخواییم بگیم شیب خط تانجانت زاویه‌ای که خط با محور ایکس ها میسازه. الان این خط رو رسم کنیم. خط ایگرگ مساوی دو ایکس منهای 4، به ایکس بدیم 0، ایگرگ منهای 4، به ایکس بدیم 2 یا به ایگرگ بدیم 0، به دست میاد 2 0. نقطه دیگه‌مون این دو تا نقطه رو به هم وصل می‌کنیم، امتداد میدیم، یه مثلث قائم‌الزاویه اون بالا می‌بینید. یه مثلث قائم‌الزاویه متناظرش بین دو تا محور می‌بینید. حالا ما اونی که با محور ایکس زاویه آلفا می‌سازه، اون مثلث قائم‌الزاویه بالا رو در نظر می‌گیریم. تانژانت آلفا میشه چی؟ ضلع مقابل به آلفا تقسیم بر ضلع مجاور به آلفا، 4/2. تانژانت آلفا میشه 4/2 برابر با 2. آیا ایگرگ مساوی 2 ایکس منهای 4 شیب خطش 2 نیست؟ خب تانژانت آلفا هم در اومد 2. برای همه خطوط تانژانت زاویه‌ای که خط با جهت مثبت محور ایکس میسازه میشه شیب خط. مثلا شیب خط ایگرگ مساوی با ایکس مگه نیمساز ربع اول و سوم نیست؟ زاویه‌ای که میسازه مگه 45 درجه نیست با جهت مثبت محور ایکس؟ تانژانت 45 هم 1. شیب ایگرگ مساوی با ایکس هم 1. تمامی خطوط موازی با ایگرگ مساوی با ایکس، یعنی ایگرگ مساوی ایکس به علاوه 1، ایگرگ مساوی ایکس منهای 1، ایگرگ مساوی ایکس به علاوه 1/2، تمامی این خطوط با هم دیگه موازی هستند، شیبشون هم 1. زاویه هم که میسازم با محور ایکس در جهت مثبت 45 درجه است. ایگرگ مساوی با 2 ایکس اگر رسم کنید میبینید همین ایگرگ مساوی 2 ایکس منهای 4 باش موازیه، اما از مبدا میگذره ایگرگ مساوی با 2 ایکس. بی جهت نیست، تمامی خطوطی که با هم موازیان یه زاویه رو با محور افقی یعنی محور ایکس میسازن، چون اصلا موازی هستن. خط مبرر مثلا محور ایکس در نظر بگیریم، همه زاویه ها با هم برابره.
شیب هر خط که محور افقی ایستا طولها را قطع می کند برابر است با تانژانت زاویه بین آن خط و جهت مثبت محور افقی. به عبارت دیگر اگر آلفا زاویه‌ای باشد که خط با جهت مثبت محور افقی می سازد، آنگاه شیب خط برابر تانژانت آلفا. معادله خطی بنویسید که زاویه آن با محور ایستا منهای 30 درجه باشد. وقتی میگه زاویه آن با محور ایکس منهای 30 درجه باشد، یعنی تانژانت منفی 30 درجه میشه شیب، تانژانت منفی 30 درجه میشه منهای رادیکال 3 سوم. یه نقطه هم داده 1 و 0، بنابراین منهای رادیکال 3 سوم ایکس به علاوه ب مساوی با ایگرگ. ب به دست میاد چند؟ به در میاد 57 صدم. چجوری؟ یه بار دیگه زاویه رو داده به ما منهای 30، تو ماشین حساب بزنی تانژانت منهای 30 میده 57 صدم منفی. ما شیبو داریم، یه نقطه هم داریم، اینو که دیگه مسئله ریاضی نهم دیگه، ایگرگ مساوی آ ایکس به علاوه بی آ رو داریم منهای 57 صدم ضرب در ایکس به علاوه بی مساوی ایگرگ. به جای ایکس 1 قرار میدیم، به جای ایگرگ 0. چرا؟ چون از 1 و 0 باید بگذره، یعنی مختصات 1 و 0 باید در معادله خط صدق کنه. صفر مساوی منفی 57 صدم ضرب در 1 میشه منهای 57 صدم به علاوه ب، به در میاد 57 صدم، یعنی ایگرگ در میاد منهای 57 صدم ایکس به علاوه 57 صدم. اما مقدار دقیقش 57 صدم نیست، رادیکال 3 سومه تانژانت 30 درجه، رادیکال 3 سومه تانژانت منهای 30 درجه منفی رادیکال 3 سومه. چرا؟ خب ببینید دیگه، چون سینوس تو روب چهار رو منفی کوسینوس مثبته، تانجنت میشه منفی. گفته اگر تانجنت تتا و سینوس تتا هم علامت باشن، آنگاه تتا در کدام روب مثلثاتی قرار دارد؟ تو روب اول سینوس و کوسینوس مثبته. خب وقتی سینوس و کوسینوس مثبته، تانژانت هم مثبته، بنابراین سینوس و تانژانت هم علامتن. تو روب سوم سینوس و کوسینوس منفیه، وقتی سینوس و کوسینوس منفیه تانژانت میشه مثبت، بنابراین غیر هم علامت میشن. اما تو روب چهارم سینوس منفیه، کوسینوس مثبته، بنابراین تانژانت و سینوس هم علامتن. تو روب دوم اما سینوس مثبته، تانژانت و کوتانژانت چون کوسینوس منفیه میشه منفی، بنابراین غیر هم علامته. در روب اول و چهارم سینوس و تانژانت هم علامتن. تو روب اول به خاطر اینکه همه مثبتن، و تو روب چهارم چون سینوس منفیه کوسینوس مثبته تانژانت هم منفیه. سوال 20 میگه زاویه مثل آلفا پیدا کنید به طوری که تانژانت آلفا از کوتانژانت آلفا بزرگتر باشه. اکنون زاویه مثل بتا پیدا کنید به طوری که کوتانژانت بتا از تانژانت بتا بزرگتر باشه. از این تمرین چه نتیجه میگیرید؟ تانژانت آلفا از کوتانژانت آلفا، مثلا میتونید تانژانت 60 درجه رو اگه در نظر بگیری، ما گفتیم بعضی از زوایا رو باید شما نسبت های مثلثاتش رو حفظ باشید، مثل 0 30 60 45 90 360 270 و منفی اینا. تانژانت 60 درجه رادیکال 3، کوتانژانت 60 درجه رادیکال 3 سوم. تانژانت 60 درجه از کوتانژانت 60 درجه بزرگتره. تانژانت 30 درجه رادیکال 3 سوم، کوتانژانت 30 درجه رادیکال 3. بنابراین اگر تانژانت یه زاویه بزرگتر از کوتانژانتش باشه، تانژانت متممش کوچکتر از کوتانژانت متممشه. شاید مقصود این سوال این باشه.
سوال بعد گفته با توجه به شکل زیر معادله خط را بنویسید. یه قضیه تو هندسه داشتیم، اگر خطی مورب دو خط موازی را قطع کند، 8 زاویه ایجاد میشه، 4 زاویه حاده، 4 زاویه منفرجه، 4 زاویه حاده با هم برابرن. الان این زاویه 120 درجه رو داده، مکملش همون زاویه‌ای هست که با جهت مثبت محور ایکس ساخته، همون زاویه‌ای که اگه ما تانژانتش رو به دست بیاریم شیب خط رو به دست آوریم، یعنی تانژانت 60 درجه که رادیکال 3 هست تقریبا 1.8 دقیقش همون رادیکال 3 در نظر میگیریم و یک نقطه از این خط رو داریم و همون عرض از مبدأش هست، چون محور ایگرگا رو قطع کرده در منهای 3، بنابراین بش هم داریم، آ رو داریم، ب رو داریم، معادله خط میشه ایگرگ مساوی با رادیکال 3 ایکس منهای 3. درس سوم رابطه بین نسبت‌های مثلثاتیه. ما در تمرین قبلی تونستیم از رابطه فیثاغورس اندازه اضلاع رو به دست بیاریم با داشتن یه نسبت، نسبت‌های دیگر رو به دست بیاریم، اما ما از خود نسبت‌های مثلثاتی میتونیم سایر نسبت‌های مثلثاتی رو به دست بیاریم با فرمول‌هایی که مشهوره به روابط بین نسبت‌های مثلثاتی. یه مثلث قائم الزاویه در نظر بگیرید، زاویه آ تتا، یه دونه دایره مثلثاتی هم در نظر بگیرید که یه زاویه تتا داره. دیدیم در درس اول نسبت‌های مثلثاتی رو تعریف کردیم، سینوس برابر با ضلع مقابل به وتر، بس به آسه، کوسینوس ضلع مجاور آب به وتر آسه. برای دایره مثلثاتی گفتیم هر نقطه‌ای که روی دایره مثلثاتی محیط این دایره قرار داره مختصاتش کوسینوس تتا سینوس تتا. بیایم در مثلث، مثلث قائم الزاویه سینوس 2 آ به علاوه کوسینوس 2 آ رو به دست بیاریم ببینیم چی میشه. سینوس 2 آ به اس به روی آ به توان 2، به جای سینوس آ میذاریم به اس به روی آ به توان 2 برسونیم، صورت مخرج به توان 2 میرسه، میشه به اس به توان 2 به روی آ به توان 2. کوسینوس 2 آ میشه آب به توان 2 به روی آسه به توان 2، مخرجشون چیه؟ این دوتا کسر آسه به توان 2، بنابراین کافیه صورت ها رو با هم جمع کنیم، صورت ها به سه به توان 2 به علاوه آب به توان 2. رابطه فیثاغورس رو یه طرفش رو میبینیم، طرف دیگرش میشه وتر به توان 2، مجموع مربعات دو ضلع رو داریم برابر با وتر به توان 2 یعنی آسه به توان 2 به روی آسه به توان 2 میشه 1. پس سینوس 2 آ به علاوه کوسینوس 2 آ برابر با 1 شد. ما زاویه خاصی رو در نظر گرفتیم، درجه مشخصی رو در نظر گرفتیم یا نه تتا در نظر گرفتیم که متغیر تتا در نظر گرفتیم، المانی ثابت کردیم. برای هر زاویه دیگه ای همین رابطه وجود داره، یعنی سینوس 2 تتا به علاوه کوسینوس 2 تتا مساوی با 1. یه بار دیگه سینوس آ به سه به روی آسه، کوسینوس آ آب به روی آسه، اثباتشن سینوس 2 آ به علاوه کوسینوس 2 آ شد به سه به روی آسه به توان 2 به علاوه آب به روی آسه به توان 2، مخرج آسه به توان 2 به جای به سه 2 به علاوه آب 2 گذاشتیم آسه 2، آسه 2 به روی آسه 2 شد 1. تانژانت آ به سه به روی آب ضلع مقابل به ضلع مجاور، کوتانژانت آ ضلع مجاور به مقابل آب به روی بسه. چون تانژانت و کوتانژانت عکس یکدیگرن، بنابراین وقتی ضرب هم بشه یه عدد در معکوسش ضرب بشه چی میشه؟ 1. چون سینوس 2 تتا به علاوه کوسینوس 2 تتا مساوی با 1، ما اگه سینوس رو داشته باشیم
یا کوسینوس رو داشته باشیم میتونیم اون یکی رو به دست بیاریم. چه جوری؟ از مجذور مثبت منفی رادیکال یک منهای کوسینوس 2 تتا میشه سینوس تتا 1، رادیکال یک منهای سینوس 2 تتا میشه کوسینوس تتا. تانژانت در کوتانژانت هم که میشه 1، تانژانت میشه عکس کوتانژانت، یا کوتانژانت بگیم عکس تانژانت. یه رابطه‌ای هم وجود داره بین تانژانت و کوسینوس، یه رابطه هم وجود داره بین سینوس و کوتانژانت که اونم میگیم یک به علاوه تانژانت 2 برابر با 1 به روی کوسینوس 2، یک به علاوه کوتانژانت 2 برابر با 1 به روی سینوس 2. توی مسائل اینو به عنوان اثبات خواهیم دید. اگر آلفا زاویه‌ای در ناحیه سوم مثلثاتی باشد، یعنی هم سینوس منفی هم کوسینوس منفی، سینوس آلفا رو داده منهای 4/5، مقدار تانژانت و کوسینوس و کوتانژانت خواسته. کوسینوس تتا میشه رادیکال که مثبت منفیش رو اگر در نظر بگیریم پشت رادیکال باید قرار بدیم، میشه یک منهای سینوس 2، یعنی یک منهای 16/25 از زیر رادیکال که مثبت بیرون میاد. اما ما دو تا ریشه داریم مثبت منفی، چون توی سومین ربع هست بنابراین کوسینوس منفیه، میشه منفی 3/5. تانژانت میشه چی؟ سینوس به روی کوسینوس. میشه منهای 4/5 به روی منهای 3/5 میشه مثبت 4/3. کوتانژانت عکس تانژانت میشه 3/4. همیشه تانژانت و کوتانژانت اهم علامتن، معکوس یک دیگه. این هم رابطه ای که گفتم یکی به علاوه تانژانت 2 تتا مساوی با 1 به روی کوسینوس 2 تتا. چرا؟ به جای تانژانت تتا میذاریم سینوس به روی کوسینوس، مخرج مشترک میگیریم، به این میرسیم. دومی یک به علاوه کوتانژانت 2 تتا برابر با یک به علاوه کوسینوس 2 تتا به روی سینوس 2 تتا، مخرج مشترک، جواب در میاد 1 به روی سینوس 2 تتا. درستی اتحادهای مثلثاتی رو بررسی کنید. وقتی میگه بررسی کنید یعنی اینکه ممکنه درست باشه ممکنه نادرست باشه. ما از طرف چپ که اینجا میتونیم عملیات انجام بدیم ببینیم میرسیم به کوسینوس آلفا یا نه. به جای تانژانت آلفا میذاریم سینوس آلفا به روی کوسینوس آلفا، مخرج مشترک میگیریم از کوسینوس آلفا، اولی یک و خودشو مینویسیم، دومی میشه به علاوه سینوس آلفا در یک منهای سینوس آلفا، صورت در صورت، مخرج در مخرج، مخرج کوسینوس آلفا، صورت اتحاد مزدوج یک به علاوه سینوس آلفا در یک منهای سینوس آلفا، میشه یک منهای سینوس 2 آلفا. یک منهای سینوس 2 آلفا میشه کوسینوس 2 آلفا. به کوسینوس آلفا ساده کنیم میشه کوسینوس آلفا. بنابراین رسیدیم، ثابت شد. گفته کدام یک از تساویهای زیر یک اتحاد است؟ چرا؟ بیایم طرف چپ قسمت الف رو نگاه کنیم، سینوس 4 تتا به علاوه کوسینوس 4 تتا. میگیم سینوس 2 تتا به علاوه کوسینوس 2 تتا به توان 2 سینوس 4 تتا به علاوه کوسینوس 4 تتا رو میسازه. یه جمله دیگه هم داره، به علاوه 2 تا سینوس 2 تتا در کوسینوس 2 تتا. حالا اگر به جای سینوس 2 تتا به علاوه کوسینوس 2 تتا تو پرانتز تو سمت چپ 1 قرار بدیم و دو سینوس 2 تتا در کوسینوس 2 تتا در سمت راست رو بیاریم سمت چپ قرینه کنیم، میرسیم به همین که تو قسمت ب هست، یعنی به قسمت الف نمیرسیم که اتحاد نیست، اما قسمت ب اتحاده، به ازای هر تتا برقراره. پس یه بار دیگه برای اثبات همه اون روابطی که به ما میگه درستیش رو ثابت کنین، بررسی کنید. ما از یه طرف که میتونیم عملیات انجام بدیم باید برسیم به سمت دیگه. اینجا سمت چپ رو دیدیم سینوس 4 و کوسینوس 4.
گفتیم ما از چی میتونیم برسیم، از کدوم روابط بین نسبت های مثلثاتی میتونیم برسیم؟ گفتیم از رابطه سینوس 2 علاوه کوسینوس 2 به توان 2 میتونیم برسیم. به اینجا به توان 2 رسوندیم، دیدیم میرسیم به قسمت B. حالا یه مثال، زاویه 90 درجه را قرار بدیم تو قسمت الف، حتی ممکنه درست سر بیاد، یعنی 1 علاوه 0 کوسینوس 90 صفره. اما چرا ما میگیم اتحاد نیست؟ با اینکه برای زاویه 90 درجه قسمت الف درست، اتحاد معنیش اینه به ازای هر تتا درست باشه، نه به ازای یک یا چند مقدار. اما رابطه به ازای هر تتایی برقراره. سوال بعدی گفته اگر تانجانت 240 درجه رادیکال 3 باشه، آنگاه نسبت های دیگر مثلثاتی زاویه 240 درجه رو به دست آورید. شما باید سریع وقتی یه زاویه رو به شما میدن تشخیص بدید تو کدوم ربع قرار داره. اگر سریع نمیتونید، میتونید دایره مثلثاتی بکشید، 90 ربع اول، 180 ربع دوم، تا 270، از 180 تا 270 میشه ربع سوم، 240 میشه ربع سوم. تانجانت کوتانجانت مثبت، سینوس کوسینوس منفی. تانجانت رادیکال 3، کوتانجانت عکس تانجانته، یعنی 1 به روی تانجانت 240 درجه، یعنی 1 به روی رادیکال 3، یعنی رادیکال 3 سوم. گویاش کردم یه رابطه الان ثابت کردیم، 1 به علاوه تانجانت 2 تتا برابر با 1 به روی کوسینوس 2 تتا، یعنی 1 به علاوه رادیکال 3 به توان 2 برابر با 1 به روی کوسینوس 2 تتا. یه طرف این وسط این کنیم، 1 به علاوه رادیکال 3 به توان 2 میشه 3، یه با یک میشه 4، جذب میگیریم میشه منفی 1/2. چرا منفی 1/2؟ چون ربع سوم سینوس 1 رادیکال 1 منهای کوسینوس 2 میشه منفی رادیکال 3/2. من چرا سری نوشتم اینو؟ به خاطر اینکه رادیکال 3 همون زاویه چنده؟ یاد چه زاویه میفتید؟ تانجانت 60 درجه دیگه، 180 به علاوه 60. نسبت ها همونه، اما منفی مثبتش رو با توجه به ربع تشخیص میده. شخصی میخواهد عرض یک رودخانه را اندازه گیری کند. او ابتدا مطابق شکل نقطه‌ای چون سی و سپس نقطه ای مانند آ را در امتداد سی و در طرف دیگر رودخانه مشخص میکنند و به اندازه 200 متر از سی به صورت افقی در امتداد رودخانه حرکت میکنه تا به نقطه بی برسد. اگر زاویه دید این شخص از نقطه بی به نقطه آ 20 درجه باشد و سینوس 20 درجه را به مدد 34 صدم، او چگونه میتواند عرض رودخانه را محاسبه کند؟ خب یه مثلث قائم الزاویه ایجاد شد دیگه. وقتی یه مثلث قائم الزاویه داریم، ما حالا چی رو میخواییم به دست بیاریم؟ آثار رو میخواییم به دست بیاریم دیگه، عرض رودخانه رو. زاویه دیدش رو داره میده، میگه چقدرم افقی از آ اومده تا بی، یعنی بی سر رو داده به ما 200 متر، ذیل مجاور رو داده. ما از طریق 1 به علاوه کوتانجان 2 تتا مساوی با 1 به روی سینوس 2 تتا میتونیم ضد مقابل رو به دست بیاریم. چرا من این رابطه رو نوشتم؟ چرا یه رابطه دیگر رو ننوشتم؟ شما وقتی مسائل زیادی حل کنید میدونید کدوم رو بنویسید که سریعتر به مجهولتون برسید. هر رابطه دیگه کوسینوس هم میتونستید بنویسید، چجوری از طریق سینوس کوسینوس رو به دست بیارید، بعدن وتر رو به دست بیارید، بعدن آثار رو به دست بیارید. ولی خب مستقیم 1 به علاوه کوتانجانت 2 تتا مساوی 1 به روی سینوس 2 تتا. سینوس رو مگه نداده به ما؟ کوتانجانت رو که به دست بیاریم میشه ضلع مجاور به مقابل. ضلع مجاور رو که داریم 200 متر، ضلع مقابل رو به دست میاریم. پس میشه 1 به علاوه ایکس 2، همون کوتانجانت تتا به جاش ایکس گرفتم، مساوی با 1 به روی 34 صدم به توان 2، میشه 1 به علاوه x2 مساوی با 1 به روی 1156 ده هزارم. x چجوری به دست بیاد؟ 1 رو تقسیم بره این عدد اعشاری کنید میشه 8 ممیز 65 صدم. 1
میره اون طرف، از 8.65 صدم کم میشه، جذرش گرفته میشه، کوتانژانت مثبت، کوتانژانت 20 درجه. برابر میشه با جذر 7.65 صدم، میشه 2.77 صدم. 2.77 صدم برابر با 200 به روی آسه، آسه در میاد 72 20 صدم متر. با فرض با معنی بودن هر کس، درستی تساوی های زیر را بررسی کنید. منظور اینه که تتا مثلا اینجا 90 درجه نیست. چرا؟ چون کوسینوس 90 درجه میشه 0، مخرج این کس 0 باشه دیگه کس با معنی نیست. یه فرض، به جای تانژانت میذاریم سینوس به روی کوسینوس، سینوس با سینوس ساده میشه، میرسیم به طرف راست، بنابراین درسته. یکی به علاوه تانژانت به روی یکی به علاوه کوتانژانت مساوی با تانژانت هست یا نیست؟ به جای تانژانت میذاریم سینوس به روی کوسینوس، به جای کوتانژانت میذاریم کوسینوس به روی سینوس، هم تو صورت هم تو مخرج، مخرج مشترک میگیریم، بعد دور در دور، نزدیک در نزدیک میکنیم، سینوس تتا به علاوه کوسینوس تتا ساده میشه، میشه سینوس تتا به روی کوسینوس تتا که میرسیم به تانژانت تتا. نکته، اگه یه نفر میخواد امتحان کنه باید تتا رو 90 درجه بذاره، نباید 90 درجه بذاره، چون 90 درجه تانژانتش بیمعنیه. مثلا 45 درجه باید بذاره، میشه یک به علاوه یک به روی یک به علاوه یک، میشه 2/2 مساوی با یک، یا 30 درجه یا 60 درجه بذاره. تو تمرین آخر اتفاقا یه مسئله هست که همین با معنی بودن توش خواهید دید به چه صورت جواب تعریف نشده میکنه. قسمت جیم کوسینوس به روی یک به علاوه سینوس مساوی یک منهای سینوس به روی کوسینوس. یه نفر میگه من طرف این وسطه ای میکنم، برابر میشه با کوسینوس 2 تتا، بعد اثبات میشه. نکته، ما گفتیم در اثبات از یه طرف به یه طرف باید برسیم. اگر یه نفر اومد دست به دو طرف زد، یعنی مثل اینجا مثلا بگه طرف این وسطه ای میکنم، باید برگشت پذیر بودن اینو ثابت کنه، یعنی دوباره باید برگرده به این طرف، نشون بده میتونه برگرده به این طرف، و الا اثباتش ناقصه. صورت مخرج رو در کوسینوس تتا تو سمت چپ ضرب میکنیم، کوسینوس در کوسینوس میشه کوسینوس 2، کوسینوس در 1 به علاوه سینوس پخشی میشه، کوسینوس 2 به جاش می نویسیم 1 منهای سینوس 2، 1 منهای سینوس 2 اتحاد مزدوجه، پس پایین کوسینوس در 1 به علاوه سینوس رو لازم نیستش پخشی ضرب کنیم، 1 به علاوه سینوس در 1 منهای سینوس به جای 1 منهای سینوس 2 تتا تو صورت 1 به علاوه سینوس تتا با 1 به علاوه سینوس تتا تو صورت مخرج ساده میشه، میرسیم به طرف راست. قسمت دال یه مرحله انجام بدیم، میرسیم به قسمت جیم که جیم رو ثابت کردیم درسته، بنابراین دال هم درسته. تو قسمت دال از طرف چپ به سمت راست میریم، به جای تانژانت مینویسیم سینوس به روی کوسینوس، یک به روی کوسینوس منهای سینوس به روی کوسینوس، مخرج مشترک بگیریم میشه یک منهای سینوس x به روی کوسینوس x، برابر بعد کنیم ثابت بشه با کوسینوس x به روی یک به علاوه سینوس x، که این همون قسمت جیم، فقط به جای تتا اومده x، بنابراین از اینجا به بعدش همونی هستش که طرف چپ و که اینجا طرف راست شده در کوسینوس x ضرب میکنیم، میرسیم به یک منهای سینوس x به روی کوسینوس x. بیست و نو تانژانت 30 درجه به جاش چی بذاریم؟ رادیکال 3/3 منهای سینوس 60 درجه رادیکال 3/2 کوسینوس 90 درجه صفره. اما نکته، یک منهای تانژانت 45 درجه تعریف نشده میکنه این کس رو، بنابراین به علاوه هر مقداری یا منهای هر مقداری بشه با تعریف نشده. متشکرم، خدا نگهدار.